بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و یگانه، سلام های گرم و احترامات قلبی خیش را خدمت تمام ملت مظلومم از دیار غربت، چی در داخل وطنم چی در خارج از کشور تقدیم میکنم. امیدوارم که همگیتان دارای صحت و سلامت باشین انشالله. دوستان عزیزم، راستی ناگفته نمانه، بعضی از کسایی هستند که در فیسبوک و در بعضی زیر فیلم هایی که درست کردیم در یوتیوب گذاشتیم، اینها مرا دشنام دادن و مرا چپلوس خطاب کردن. واقعا ما خجالت میکشم که همچون انسان های کثیف در سرزمینم موجود است. باور به خدایی که زمین و آسمان را هست کرده، به نام آن خدایی که محمد رسول الله صلی الله و آله و سلام را به دنیا هست کرده، به اون خدایی که قرآن را از آسمان به زمین فرستاده، قسم میخورم من نه چپلوسی کسی هستم و نه چپلوسی کسی را میکنم. من پشتوان فقط مجاهدین هستم. مجاهدین افتخار سرزمینم است. با وجود تک تک مجاهدین، چی جوان چی پیر، به همه شان افتخار میکنم. خداوند بزرگ تمام مجاهدین سرزمینم را در اسمت و پناه خود نگرشان داره انشاءالله. اگر همین مجاهدین نمی بود، کی از این وطن دفاع میکرد؟ زمانی که ارتش سرخ روسیه در سرزمین ما آمدن، همون نوکران غلامان القبگوش که به سرزمین ما را آوردن، ببرک کارمل، حفیظالله امین، ترکی، همیشه با کودتا، همیشه با تقلب آمدن سر قدرت ششتن، چی ظلم و چی ستم و چی خیانتی که در حق سرزمین نکردن. میگه حق همیشه تلخ است. به خدایی که ایمان دارم قسم میخورم، زمانی که من 6 ساله 5 ساله بچه بودم، در شهر مزار شریف زندگی میکردم. آن زمان مجاهدین در کوه‌ها و در سنگرهای داغ از وطن، از ناموس وطن، از تمامیت ارضی سرزمینم دفاع میکردن. زمانی که ببرک کارمل سر قدرت بود، دکتر نجیب سر قدرت بود، مجاهدین حسیر میگرفتن، اکثریتش را میکشتن. در روی کراچی های دستکی در چارایی های شهر مزار شریف دور میدادن، با میکروفون و با لاسپیکر صدا میزدن، میگفتن اشرار خائن، کسی که از وطن میاد دفاع میکنه، کسی که از ناموس سرزمین دفاع میکنه، شما با اونها خائن جنگ سالار خطاب میکنین. متاسف هستم. شرم کنین، خجالت بکشین، بی شرم و بی حیا هستین. ولی منظور ما به تمام پشتون ها نیستن. بهترین دوستانم پشتون هستن، مثل برادر خود. به خدایی که ایمان دارم قسم میخورم چپلوس نیستم. دوستشان دارم، کسایی که واقعا وطن پرست هستند، در سرزمینم خدمت میکنن. سربازای سرزمینم هم پشتون است، هم هزاره است، هم ازبک است، هم تاجک است، هم ترکمن هستند. همگیشان را به خداوند یکتا، به قرآن عظیمشان میسپارم. دشمنان را شما سرنگون و نابود بکنین. نگذارین که این دشمنا در وطن ما ظلم و خیانت بکنن. شما شاهد هستین دیگه. این که دروغ نیست که کسی را پوت کنه. یک دفعه از طریق کمیسیون انتخابات کودتا میکنین، چندین رقم شما کودتا میکنین، دیدین که زورتان نرسید، باز پاکستانی ها را عرج مرج هم اندازین دایلمند. وقت زورتان نمیرسه از پاکستان کمک میخواین. شرم کنین، خجالت بکشین. از خدا شما نمیترسین. شما چی بگویم با شما؟ ولی منظوریم با کلگی نیست. خدای حق بالای سر است، همه چیزم میفهمه. همون کسایی که با پاکستان نوکری و مزدوری میکنن، مثل اشرف غنی نوکر انگلیس، یهود و نصارا، آمده میخواه پدر این ملت شوه. مگه این ارمانه ده خاک ده گور ببره؟ تا زمانی که مجاهدین در سرزمین زنده باشه، همه گیشان از کرزه گرفته تا اشرف غنی و آمیانشان، از دوستم گرفته تا جمعه خان هم درد، همه گیشان ای ارمانا را دگور ببرن.
به خدایی که ایمان دارم قسم میخورم، ما چپلوس نیستم نه چپلوس مجاهد هستم. مجاهد به من نه نان داده نه هاو داده، نه استادتا نه به من نان داده نه هاو داده نه دکتر عبدالله. چیزی که رای حق باشم از او دفاع میکنم و به جز خدای بزرگ از هیچ کس ترس بیمی ندارم. ما بهترین زندگی دارم شکر الحمدلله، در اروپا زندگی میکنم، احتیاج محتاج کسی هم نیستم، دست من پیش کسی دراز نیست و همیشه از خدای خود سپاسگزار هستم، به خاطر که خداوند بزرگ در این دیار غربت همیشه پشت و پناهیم بوده و هیچ وقت دست مرا دراز نکرده پیش نامردان. ازش همیشه تا روز قیامت، تا روزی که میمرم، ازش سپاسگزار هستم، هم از خدایم، هم از رسولش، هم قرآن عظیمشون است، از تمام پیر و پیغمبرانش. به خدایی که ایمان دارم قسم میخورم، به اروای پدرم که بعد از خداوند پدرم بوده، ما فقط مبارزه ما به خاطر مردم مظلوم سرزمینم که همیشه رنج و همیشه بدبختی را کشیدن. چقدر ملت است که امروز در کشورهای غربت به سر میبرند، چقدر پریشان هستند، در کمپها آواره، بیچاره، بی سرنوشت مثل خودم. اینا باعث این بدبختی ها کیا شده؟ جواب دارین به ما بگوین. اگر باز من نام پشتو نمیگیرم، باز مردم ناراحت میشه سریم. انتحاری پشتون، طالب پشتون، تقلب پشتون، کدام تاجک، کدام ازبک، کدام ترکمن، کدام ازاره، کدام ایماخ دیدی که خدا انتحاری کرده باشه؟ آدم اینقدر به خاطر قدرت اینقدر ظلم نمیکنه. آقای کلکانی را شما خواستین، در قرآن مور کردین، گفتین بیان که ما با شما جلسه داریم، ما میخوایم با شما صحبت کنیم، ولی پای خدا سر قرآن موندین. شما نه خدا دارین، نه قرآن دارین، نه دین دارین، نه ایمان دارین. کسی که به خدا و قرآن عظیمشان عقیده و ایمان کامل داشته باشه، انگشتای پدر موی سفید ما را شما قطع کردین. یهود و نصارا این کار را نمیکنه. ما بعضی تصویرها و بعضی اخبارها را در تلویزیون میبینم، دلم پاره پاره میشه، گریه میگیرم مرا. به خدایی که ایمان دارم قسم میخورم گریه میگیرم مرا. او پدر موی سفید، دلت با او نمیسوزه؟ صدقه ریش سفید چون پدر نازنینم. تمام وطن ما دوست دارم، چی ازاره، چی ازبک، چی ترکمن، چی تاجک، چی پشتون، همگیشان مسلمان، همگیشان برادر من هستند. و فقط منظور ما به پشتون هایی است که نوکر انگلیس، نوکر امریکا، نوکر پاکستان هستند. ما فقط به مو شخصا خطاب میکنم و به همه پشتون ها نمیگم و برادرای پشتونیم ورداشت بعد از ما نکنن. چی ازاره، چی ازبک، چی تاجک، چی ترکمن، چی مجاهدین، هر کسی که به او ملتم خیانت، جنایت میکنه، خداوند بزرگ به این ماه مبارک رمضان سرنگون و نابودشان کنه انشالله. اولش که تاجک باشه، اینا من خودم تاجک هستم، هر کسی که به او سرزمین، به مردم موی سفید، به مادران، به خواهران، به برادرانم ظلم و خیانت میکنه، خداوند بزرگ به بزرگیش، به کراماتش نیست و نابودشان کنه انشالله. تمام این نااتفاقی، تمام این بدبختی ها را این کشور اسرائیل کثیف، امریکای کثیف، همین بعضی از کشورهای اروپا و امریکا هستند که این نااتفاقی و بدبختی ها را در کشورهای اسلامی به وجود آوردن. خویی که هست، مشکل خود ما مسلمان هستن، از ما سوی استفاده میکنن، هر کاری که میکنن، ولی ما خود ما نااتفاق هستیم، از به مو خاطر است که از ما شما سوی استفاده میکنن. بیاید مردمی از اینا را ببینیم، یک نفرشون گرسنه نیست، بهترین زندگی را به مردم خود درست کردن، ولی ما شما که مسلمان هستیم، خدا و قرآن میگیم، روز به روز تشنه قدرت، به خاطر پول، به خاطر قدرت، که تنها ملت پشتون همیشه سر قدرت باشه، چی ظلم و چی ستم نمیکنن. خدایا به حق روی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دشمنای وطنم را سرنگون و نابودشان کنی انشاءالله، از کرزه گرفته تا اشرف غنی همگیشان. 22 سال است که از وطنم دور هستم، میگم امروز وطنم آرام میشه برمیگردم، میگم فردا میشه وطنم آرام میشه، ولی تو هنوز آرام نشده، به خاطر که 4 تا غلام القبه گوش
باعث بدبختی سرزمینیم شدن. امریکا یک دفعه طالب را کش کرده در افغانستان میره. خود امریکا طالب است. با کرزا یک جاست. گروه داعش کی جور کرد؟ با او قدرت، با او توانایی که تمام شهرهای عراق تصرف کرده. این کلش کار خود امریکاست. جنگ در بین شیعه و سنی انداخته. چهار تا ملاهای اسلامیست رادیکال پول میتن، مغزاشو نمیشوین، جنگ انداخته در بین شیعه و سنی. به خاطر که خود ما مسلمان ها مقصر هستیم. در فلسطین جنگ است. او گروه داعش که خود مسلمان میگیرن، جهاد اعلان میکنن، ابوبکر خود اعلان میکنه، لعنت خدا بر سر همگی زینی ها. برین جهاد در فلسطین است. ما از تمام ملت مسلمان سرزمینم خواهش میکنم. بعضی از دوستا شاید بگوین خود فواد در اروپا ششته از اونجا امر میتن. به خدایی که ایمان دارم قسم از ما به وطن بر میگشتم. خاص به خاطر مادر مویسفیدم که در اینجا به سرپرست است. پدرم فوت کرد در ایران. مجبور شدم اونا را اینجا خواستیم. خاص به خاطر مادر مویسفیدم من ای فامیل ایلا کده نمیتونم. ولی به خدایی که ایمان دارم قسم است. حاضر هستم که به وطن بیایم. تا آخرین قطره خونی خود از مردمم، از ملتم، از مجاهدین دفاع کنم. و تمام ملتم را و تمام سربازان سرزمینم را، تمام مجاهدین سرزمینم را به خدا و به قرآن عظیمشان قسمتان میتم که در مقابل این نوکران القبگوش، در مقابل این تقلبکاران آرام نشینین. انتقام خون شهدای سرزمینم را از اینها بگیرین. آن زمانهایی که من در مزار شریف بودم، 6 ساله 7 ساله بودم، من جنایتهای از اینا را در چشم خود در کوههای شلگر دیدم. زمانی که استاد عطا محمد نور، استاد ذبیح‌الله شهید در شلگر یکی از ولسوالی های مزار شریف به نام شلگر جهاد میکردن در مقابل ارتش سرخ، همین ببرک کارمل، همین ترکی، حفیظ‌الله امین، دکتر نجیب، همگی از اینا سر قدرت بودن، سر مجاهدین بمباران میکنن با تیاره. آنها را کلش با چشم خود سر خود دیدم. شاهد هستم. اگر ما دروغ بگویم خدای حق در حق در بالای سر ما است. همه چیز دیده. در دور مزار شریف با لاسپیکرها میگشتن، مجاهدین اشرار میگفتن. اشرار شما هستین، کافر شما هستین که به مجاهد سر مجاهدین شما بمباران میکردین. به خاطر که مجاهدین مقصر بود از وطن، از ناموس سرزمین ما دفاع میکردن. آفرین به شما. از کجا بگویم؟ چی را بگویم؟ مردم ها را ناخونش در زمانی که خاد در مزار بود ناخونهایش را میکشیدن. ملاهای ما را کشتن. عالمای ما را کشتن. کسایی که فامیده بودن کشتن. کی را ماندین زنده؟ تو همی عالم میکشین به خاطر قدرت. با یک موی سفید شما رحم نکدین. با کی رحم میکنین؟ از این معلوم میشه که نه خدایش وجود داره، نه قرآن در پیش شما وجود داره، نه پیغمبره. کسی که با خدا باشه، با ایمان، با قرآن باشه، او هیچ وقت انگشت کسی را نمیبره. او رحم باز از یک موی سفیده که مثل پدرم است. صدقه جان همگیتان شدم. در قلب و نفس همگیتان بمیرم. دلکایم پاره پاره است از دست ملت. چقدر جفا. نام ملت ما را در جهان بد کردیم. ما از شرم در بعض جای خود افغان معرفی کرده نمیتونیم. باعث بدنامی و باعث این بدبختی ها کی شده؟ مجاهدین جنگ سالار میگین؟ مجاهدین کسی بود که جوانها فرزندان خود در اونجا برای مبارزه برای سرزمینم از دست دادن. مجاهدین کسی بود که از خوار و مادر تو دفاع کرد. اگر همین مجاهدین نمی بود، نام اولادای شما احمدوف و گرباچوف و خرباچوف بود. شرم کنین، خجالت بکشین. اولادایتون نسل روسیه بود، مثل چچن، کشور چچن، داغستان. احمدوف، محمدوف، غلاموف، گرباچوف می بود نام اولادایتون. شما حالا آمدین مجاهد بعد میگین؟ لعنت خدا بر کسانی که مجاهد جنگ سالار خطاب میکنن. دکتر صاحب محترم عبدالله همسنگر مسعود قهرمان
افتخار سرزمینم است. سخنرانیش که در روزی که در لوی جرگره گرفته بودن، سخنرانیش که گوش میکردم، من تنها در اتاق بودم، در خانه بودم. باور کنین زمانی که نعره تکبیر میگفتن، اون زمان به یادم آمد که مجاهدین پیروز شده بود، من در مزار شریف بودم. داخل روضه شریف می آمدن و اونجا سخنرانی میکردن. آن نعره تکبیرشان انقدر احساس خوشحالی کرده بودم، خودم خیستم در اتاق در خانه خود تنها الله اکبر میگفتم، نعره تکبیر میگفتم. تمام مویای وجودم بلند شده بود. به خاطر چی؟ که خداوند بزرگ، خداوند یکتا و یگانه، رسولش نبی اکرم صلی الله و آله و سلام، قرآن عظیمشان همیشه طرفدار دین اسلام و طرفدار حق است. حق داده، حق گرفته میشه، داده نمیشه. حق را هی ملتم، هی وظیفه وجدانی و ایمانی مجاهدین است که حق ملتم را با میل تفنگ هم که شده با میل راکت از دان تقلبکاران، نوکران انگلیس، امریکا، پاکستان باید بگیرن. تا چی وقت ظلم؟ دیگرها در این سرزمین حق ندارن. دیگرها انسان نیستن. هزاره، ازبک، ترکمن، ایماق، اینا انسان نیستن در این سرزمین. همه اگه حق داره. دیگر به شما کسی اجازه نخواهد داد که به حق سرزمین ظلم و ستم کنین. آیا شما تاریخ، تمدن، کلتور، فرهنگ ما را فراموش کردین؟ بلخ باستان نماد آزادی، تمدن دری، فارسی. بعضی کسا هستن، بعضی برادرها هستن که میگه اینجا افغانستان است، مال پشتوناست. خب، سعیس خایمی مال شما. خب چرا دفاع نمی کنین از وطنتان؟ به خاطر قدرت چرا خیلی ظلم ستم میکنین؟ چرا خیلی افغانستان که میگن وطن ما هسته؟ چرا از او صحیح درست حمایت نمیکنین؟ ما به شما حق میتون. خود صحیح سمیجه همی سرزمین مال شما. چرا خیانت میکنین؟ چرا ظلم میکنین؟ مگر دیگران انسان نیست در این سرزمین؟ از دست شما کلی که ملت آواره است. مردم ها آمدن به خاطر که بیاین در اروپا زندگیشان آرام شود. اینجا آمدن بدتر شدن، بدبخت شدن مردم، در کمپا دیوانه شدن مردم. بعضی مسافرها در کشور اندونزیا در دریای استرالیا غرق شدن. در یونان شما یک دفعه بیاین که چقدر بدبختی است. دل انسان پاره میشه، گریه میگیره آدم. ولی از خدا بیاین با هم همگی مثل هم برادر، مثل یک مسلمان در این سرزمین زندگی کنیم. و پیام ما به کسایی که به آقای اشرف غنی که یک نوکر انگلیس، یهود نصارا آمدن به او رأی میتن، باز همچون او را بابا خطاب میکنن که مرا خنده میگیرن. کدام بابا؟ او اصلا طرز گپ زدن خدا یاد نداره. باز بعضی از کسایی هستن که میگن دکتر عبدالله در کو کلان شده. خجالت بکشین. شما یک دفعه سخنرانی دکتر صاحب محترم عبدالله را گوش کنین، صد برابر بهتر از کلمرغ کرزی و اشرف غنی است. چرا بخیلی میکنین؟ چرا حسادتتان میه؟ چرا طرفدار حق نمیباشین؟ همیشه از حق روی پوشی میکنین؟ جواب ندارین به ما بتین. به خدا جواب ندارین. خدایا به حق روی پاک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعا میکنم در این ماه مبارک رمضان دشمنان سرزمینم را نیست و نابود بکنی. هر کسی که به وطنم خیانت میکنه، خدایا انتقام ما را، انتقام تمام ملت مظلومم را از فرزندانشان، از زن اولادایشان بگیری. همان طوری که انگشتان سرزمینم را قطع کردن، خداوند همگیشان را قلم قلم بکنی به توکل خدا. اون که بعضی چیزهای دیگه هست میخوایم اینجا یادآوری کنم. ما آرزوی آن روز دارم که همگی مثل آقای طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، همگی باید اموچو یک رهبر ضرورت داره. هر کشور اسلامی باید همگی کشورهای اسلامی متحد شویم در مقابل این کافرها که همیشه باعث بدبختی مسلمان ها در جهان است. تا
تمام کشورهای اسلامی را ببینی بدبختی نفاق و دربدری را انداخته همی امریکا و همی انگلیس و همی اسرائیل هستند توسط پولشان، در حالی که خداوند بزرگ تمام نعمتها را به کشورهای اسلامی آفریده. این عربای عیاش، این عربهای کثیف و مردار کجا هستند که از فلسطین دفاع کنند؟ برای تروریستا پول میتن که برین شیعه را بکشین، برای تروریستا پول میتن که برین در افغانستان جهاد کنن، خودشان به ناموسی عیاشی میکنن در کشور خود. تمام عربا به اروپا میان برای عیاشی. از کجا بگویم؟ چی را بگویم؟ امیدوار هستم که سرزمین خودم مثل آقای طیب اردوغان، همون یک رهبر درست مثل دکتر صاحب محترم عبدالله قهرمان جواد مقاومت افتخار سرزمینم ضرورت داره. به همچون شخص ما ضرورت داریم. هر روز توهین، هر روز دشنام، از حق همیشه روی پوشی کردن، جای شرم از خجالت بکشن. باور کنین کسانی را که زنده به گور کردن، کسایی که انگشتایشان قطع کردن، کسایی که کشتن و خاطری که اینها سر قدرت نشوند، همیشه از حق روی پوشی کردن. باور کنین که او خونای مظلومی که در زیر خاک هستن، آنها پشتوان مجاهدین، پشتوان اسلام هستن. از هیچ کسی نترسین مجاهدین. باور و خدا کنین که خداوند با شماست، قرآن عظیمشان با شماست، تمام خون شهدای مظلوم سرزمینم با شماست و پیروزی هم از شماست. و اینجا هم جای نشانی باشه، ای تقلبکاران، جنایتکاران، خائنان سرزمینیم، همگیشان روسیا، همگیشان سرنگون و نابود میشن انشالله. باید پولیس های اردوی ملی سرزمینیم، همگیشان باید با دکتر صاحب محترم عبدالله باشن. وزیر صاحب دفاع محترم بسم الله خان محمدی، همگی انشالله که با مجاهد است، تمام قدرت سرزمینیم در کنترل حزب جمعیت اسلامی است انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که همیشه پیروز و سربلند باشین. با احترام، فواد یعقوبی از کشور اتریش. الله اکبر.